من الهام سلامیم. همه ما انسان ها با امید زنده ایم. دکترای روانشناسی کودک متأهلم. ببین این قصه ای که میخوام تعریف بکنم تا الان برای هیچکی نگفتم. نزدیک به 2 ساله که با غزال سماواتی آشنا شدم. مثل خواهر من میمونه. خونه روشنو برای منم مثل خیلی های دیگه بخشی از زندگیم شده. آرزوی یکی از بچه های ما برآورده شده. حاضرم برای غزاله و اون خونه هر کاری انجام بدم. در خدمتم. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این مدت یه سری اتفاقاتی افتاد که فکر میکنم که کما بیش در جریانش هستین. البته که من واقعا لزومی نمیبینم که بیام به یه سری مسائل حاشیه‌ای یا اتفاقات ناخوشایند هر بار واکنشی نشون بدم، اما خب به هر حال من باید میومدم اینو بهتون میگفتم که خانه روشنا بسته شد به دلیل یه سری مباحث ارث و میراثی. من نتونستم به وصیت مامان جون عمل کنم و امروز هم اومدم اینجا با ایشون یه ذره درد دل کنم، با مامان جون یه ذره حرف بزنم، یه ذره غر بزنم، آروم بشم. مامان جون زمانی که خودشون در قید حیات بودن، به خصوص این چند وقت آخر، خیلی نگران این قضیه وقف خونه بودن. همش میترسیدن که بعد از فوتشون مشکلی پیش بیاد، که متاسفانه این اتفاق هم افتاد. به هر حال من فکر میکنم همیشه اون چیزی نمیشه که ما میخواییم. من شرمنده همه ویدیویی که من توی این صفحه دارم بارگذاری میکنم، به همین خاطر میخوام یکی از ارزشمندترین هدیه‌هایی که تا حالا تو زندگی گرفتم و بهتون نشون بدم. خب روی نامه که الان دارم اینجا نوشته که خاله غزال سلام، شما همیشه به ما میگفتین که هر چی بشه نباید کم بیاریم. ما میخواییم بهتون بگیم همیشه این حرف آبیزه گوشه بوده. این پول پولی نیست، ولی پس انداز این چند روزم بوده. پیش شما باشه بهتره تا دوباره خونمون رو روشن کنیم. نکنه یه وقت کم بیاریم. از طرف سینا، کابه، تاها، فرهاد، ماما سویچه کجا؟ سویچه ماشین اینجاست؟ شب قبلش به من گفت فعلا نمیخوام ببینمت. از اکبرم که خبری نبود. منم دیگه دنبالش نرفتم ببینم کجا میره. دیدم یه فیلم گذاشت. اولش با خودم فکر کردم که فقط بوی خدافظی از فضای مجازی میده. ولی نگو بوی خدافظی از ایران میداد. من از کجا باید میدونستم که رفته پیش این دختره؟ یهو این جن بوداده از اتاقش پرید بیرون، گفت سویچ کجاست؟ سویچ رو برداشت و رفت. من اگه میدونستم که نمیذاشتم بره این اتفاق.
اولش فکر کردم معنی حرفاش اینه که یه چند وقتی نمیخواد کار کنه و توی فضای مجازی فعالیت داشته باشه. ولی بعدش لاله زنگ زد گفت باباش داره برای خودش و غزاله بلیط میگیره. لاله خانم، امیر عباس، لاله 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 بیا یه دو دقیقه کار دارم منش، هر جایی که دوست داری برو. امیر عباس دو دقیقه گوش کن، آروم باش، چیزی نشده که الان چیزی نشده؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ دنی؟ اینا برن دوباره برمیگردن؟ اینا برن باباشون میذاره دوباره برگردن؟ فریبا تو رو خدا برو بهش بگو بیاد. تو دقیقه بابون بگی، گوش کن بچی میگم پسرم. لاله گوش کن امیرعباس، این دختر خودش دلش خونه، از صبح قد به هم ریخته است با خدا، قد آتیش بیاری نکن. فریبا تو رو خدا بگو یه دو دقیقه بیاد، من دو کلمه‌اش حرف میزنم بعدش هر جایی که میخواد بره. لاله بیا با تویم، ببینم دم آخری یه کاری میکنی دو تا دخترمو به هم بیافتن. دو دقیقه بی جل و جل باش دیگه. بابا فریبا ما تازه امیرعباس الهی بمیرم برات. خدا شاهده به تنها چیزی که فکر نمی‌کردم این بود که اگه غزال خانم برن موی بچه قرار کجا زندگی کنم، اصلا حواسم به اینجور چیزا نبود. بعدش هم این خانواده دستشان درد نکنه، اینقدر گردن موی به چه حق داشتن که اصلا به مخیلم اینجور چیزا خطور نمیکرد. بگم اصلا کاش موی به چه رو منداختن بیرون، ولی این خونه خونریزی نمیشد. سلام خانم، چرا جواب نمیده؟ کلی باهاتون تماس گرفتم. غلط نکنم این دختره امروز یه داستانایی داره، با یه پسر ژیگوله دارن تو شهر چرچخ عباسی میزنن. نه نمیشناسمش، ولی پسر بچه مایه است. عکسش باز چی؟ نه خودم شیش چشمی حواسم بهشونم. دو سه ساعت بعد اون فیلم خدافزی رو پاک کرد، یه جمله نوشت که فکر کنم خبری در راه است. قبلنم گفتم منم مثل همه صفحش رو دنبال میکردم. اتفاقا اون روز اینترنتم هم خراب بود، اصلا نفهمیدم خدافزی کرده که بعدش هم بخوام بفهمم خدافزیش رو پاک کرده. هر کس اومده به شما این حرف رو زده با من دشمنی کرده. الو، علیک سلام. ببین چشم از این پسره که باهاشه بر نداری، یا حواستو جمع جمع کن، معلوم نیست چه وعده وعیدایی بهش داده. فرق داره برمیگرده، ترسم دختره اینجا موندنیشه. حواستو جمع کن. خداحافظ.
ببینید، من هر چیزی که تا الان گفتم خیلی دوستانه بود و از سر رفاقت. غزاله علاوه بر این که همکار منه، دوست منه، مثل خواهر من میمونه. خیلی برام مهمه که حالش خوب باشه. منم تا الان تجربیات شخصی خودم رو گفتم، ولی شما میدونید حوزه تخصصی من کودک. حرفای شما متین خانم سلام، ولی واقعا من حق ندارم بدونم 10 سال پیش چی شده. چرا؟ من به شما حق میدم غزاله. من نگفتم نمیگم، حقی رم از کسی نمیخوام پایمال کنم، گفتم به وقتش میگم. خب نکته همینه دیگه، وقتش کیه؟ 10 سال دیگه من باید صبر کنم شاید وقتش برسه؟ انصافه واقعا؟ من نظر شخصی خودم رو میگم، اینکه دو نفر بعد 10 سال دوری هنوز درگیر همن، خودتون فکر میکنین نشونه چیه؟ نشونه دوست داشتنه، نشونه عشقه. الان شما یه نگاه به انگشتر توی دستتون بندازی، این علاوه بر این که یه یادگاری از طرف مادر بزرگتونه، یه نشونه است. نشونه چی؟ نشونه عشق، نشونه پایبندی. خیلی وقتا ما آدم ها برای اتفاقاتی که میفته دنبال یه دلیل میگردیم، دنبال یک جواب قاطعانه میگردیم. خیلی چیزها جواب نداره، دوست داشتن جواب نداره، علاقه جواب نداره، عشق جواب نداره. ولی همین که جفتتون این انگشت رو انداختید توی دستتون، داره خبر از این میده که هنوز درگیره همین، هنوز همدیگر رو دوست دارید، ولی خودتون نمیدونید چرا. یه شعر هست من خیلی دوستش دارم، البته به کسی بر نخوره، میگه که ای بی خبر از سوختن و سوختنی، عشق آمدنی با بدنام مختنی. من اصلا زنگ نزدم بپرسم چی شده، ولی خب معلوم بود اتفاق خوبی افتاده. بعد خودش زنگ زد گفت بلیط رو کنسل کن. الو سلام، خوبم؟ ببین من زنگ زدم که بهت بگم بلیطامونو کنسل کن. چی؟ بلیطامونو کنسل کن، مفصله. حالا اومدم خونه برای توضیح میدم. باشه باشه، قربونت، خدا حافظ. یعنی چی؟ سلام خانم، چرا اینقدر زنگ میزنی خانم؟ دارم کارمو انجام میدم دیگه. چی؟ تکلیف چیه؟ تکلیف معلومه دیگه، شما به من سپردی من برات انجامش میدم. تا امشب تکلیفشو روشن میکنم خانم. بابا مهم نیست کیه، هر کی میخواد باشه، من امشب تکلیف شما روشن میکنم، خیالتو راحت میکنم. تا
تو رو خدا دیگه انقدر زنگم نزنی. خدافظ. آقا من سرم تو لاک خودمه، من اصلا اون شب اون وران نبودم، نمیدونم چی شده چی نشده. یالا الان اینجوری که نمیشه دیگه، ما رو نگران گذاشته. الان تو نمیدونی میخواد چیکار کنه؟ داستانش چیه ها؟ نمیدونم به خودم. بیا اومد برا خودش بگو. بلا کالا سلام علیکم. احوال شما خوبه؟ خوش آمده. خوش آمده. چطوری یالا؟ خوبم، همه خوبم، زنده باشه. شما خوبه؟ خوش آمده. دیروز اینجا من چه کتکی خوردم. با اجازه تا ببخشه برسم خدمتان. با اجازه. حالا دیگه تو هم بی خودی بزرگش نکن دیگه، اصلا کتکت نزد. شما مشکلتون اینه که کلن آبتون با هم توی جوب نمیره. نمیدونم این امیر عباس از بچگیش یه پروگری خاصی تو صورتشه که تو کت من نمیره. بگم مهداد چی قولی به من بدی؟ شما دستور بده. بهم قول بده که همیشه هوای امیر عباس رو داشته باشی، عین برادر خودت. خیلی پسر خوبیه. چی بگم؟ باشه، اصلا هرچی تو بگی. خوبه؟ خب پس یه قول دیگه هم بهم بده. چه قولی؟ قول بده که فعلا از کارهایی که میکنی به مامان چیزی نگی. نه دیگه نمیگم، چون مطمئنم هر اتفاقی 10 سال پیش افتاده به مادر من رفت داشته. حالا دیگه گذشته رو شخ نزن، بعدش هم به قول مامان جون شهلا برای تو مادر خوبی بوده. بله برای مامان مادر خوبی بوده. میگم من یه چیزایی داره یادم میاد. اون روز تو کافه یه عددی گفتی، گفتی چقدر؟ چی؟ 80 بار رفتی خواستگاری؟ من گفتم 80 بار؟ نه بابا، حالا یه چیزی گفته. نه دیگه گفتی دیگه، حالا اشکال نداره. میگم یه چند تا از اون بامزه‌هاشو برای من تعریف کن. چند تا از اون بامزه‌هاش؟ مخه ناراحت میشی؟ نه اصلا ناراحت. مطمئنی؟ بله. یه بار رفتم خواستگاری دختر خانمی، خیلی موجه و موقرم بود. خب بعد وارد یه امارت شدیم، خانواده‌اش هم خیلی ثروتمند بودن. خلاصه صحبت کردیم و مادر دختر رفت روی یه میزی پر از میوه، انواع و اقسام میوه بود. یه بشقاب برداشت، یه دونه پرتقال گذاشت توش، آورد گذاشت جلوی من.
اونجا بود که پیش خودم گفتم عجب خانواده دست و دل باز. یکی دیگه هم بگم ناراحت نمیشی؟ مطمئنی؟ نه ناراحت نمیشم. یه بار رفتم باز دوباره خواستگاری یه دختر دیگه، خانواده عجیب و غریبی داشتن و خلاصه بعد از کلی صحبت پدر دختر خانم گفتش که تشریف ببرین اون سالن روبرو با هم صحبت کنین، اختلاط کنین. بعد ما بلند شدیم رفتیم اونجا، تو اون سالن هم دور تا دور کتاب بود. خب همیشه خودم گفتم عجب خانواده فرهنگی و فریخته‌ای. همین که داشتم با اون خانم صحبت می‌کردم دیدم لابلای کتابا یه چیزی داره برق میزنه. رفتم جلو دیدم ای پدر دختره یه دوربین گذاشته اونجا، در واقع موبایلش بود، داشت با دوربین موبایل از ما فیلم میگیره. خب این نشون میده که شهلا خانوم چه حسن انتخابی داشتن، چه خانومای خوبی رو به شما معرفی میکردن. که بله. خیلی خب، حالا از این حرفا که بگذریم، اینو دیدی؟ این چیه؟ آه این نامه. آره اتفاقا فقط اون انگشتر نبود که من از جا بلند کرد. به لحظه پیش خودم گفتم این بچه ها چه گناهی کردن. پس هنوز یه سر انسانیت و وجودت باقی مونده. آره خب امیدوار باشه. بخونش نامه رو؟ نه اون برش هم پشتش. تو فعل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. من نمیدونم اون شب چی اومد سر پسرموه. الان هم اصلا حالم خوش نیست. شما بگو من کجا رو باید امضا کنم. هر جا رو بگید من امضا میکنم. اینجا خوبه؟ بفرمایید. اینم از امضا. حالا اگه اجازه مرخصی میفرماییم بنده تشریف ببرم برم. دستتون در نکنه. خداحافظ. خوش گذشت از صبح تا حالا ما رو ول کردین تو خونه رفتین خوش گذرونی؟ میام یه لقمه چپت میکنم اینجوری با من حرف میزنی ها. خب شما نمیخوای تعریف کنی کجا بودی چیکار کردی؟ بذار برسم همه رو مو به مو به صدا مهرداد بود؟ نمیدونم. آره؟ خدا اینجاست، خدا آبی تر از آرام.